خب آقا ما میدونیم هر استخوانی طبق گفته کتاب هر استخوانی قسمت اسفنجی داره و قسمت متراکم. بخش متراکم، بخش اسفنجی، استخوان اسفنجی یا استخوان متراکم که ما میدونیم، که ما میدونیم قسمت یا حالا استخوان اسفنجی داخلتر قرار میگیره توی استخون. استخوان متراکم اینجا سفت استخون من، چرا؟ چون استخوان متراکم در قسمت خارجی قرار گرفته. اینجا بچه کاملا مشخصه، دقت بکن رفیق، دقت بکن. اینجا میبینی این قسمت استخوان چیه؟ این قسمت استخوان چیه؟ اینجا استخوان متراکمه، این در واقع حفره، حفره ها استخوان در واقع اسفنجی هستن. آقا این چه نوع استخوانیه؟ استخوان گیجگاهیه بچه ها، استخوان گیجگاهیه. و میبینید بچه ها استخوان گیجگاهی نوعی استخوان چی هستش؟ باریکلا استخوان پهنه، چون جزء استخوانهای جمجمه هستش. اما بیانجا بینم ما اینجا فهمیدیم الان توی استخوان جمجمه که نوعی استخوان پهن هستش، قسمت اسفنجیش بیشتره یا متراکم؟ خودت بگو، تو رو خدا خودت بگو کی بیشتره؟ اسفنجی. پس من میتونم بگم در استخوان گیجگاهی که داره از بخش زیادی از گوش مراقبت میکنه، استخوان اسفنجی بیشتره. بخوای باز بیشتر بگم، کجا تو استخوانهای دراز ما بافت اسفنجی بیشتر داشتیم؟ در سر استخوانهای دراز بافت اسفنجی بیشتر متراکم بود که خواستم ترکیب بگم. پس بچه ها این حواستون باشه، اینجا استخوان گیجگاهیه. اما آیا سوال، یه سوال، آیا همه قسمت‌های گوش رو استخوان گیجگاهی مراقبت میکنه؟ نه، نه به خدا. کو آقا اینجا استخون داری تو؟ تو اینجا استخون داری تو؟ نه نداری. ببین اینجا رو، این قسمت توسط استخوان گیجگاهی مراقبت نمیشه. این یه بخشی از حتی مجرای گوش هم توسط استخوان گیجگاهی مراقبت نمیشه. پس همه قسمت‌های گوش بیرونی، دقیق تر بخوایم بگیم، توسط استخوان گیجگاهی مراقبت نمیشه. ایناش داری میبینی، خودت داری میبینی. اما بچه ها برسیم به یه قسمتی به نام شیپور استاش، جناب شیپور استاش که اینجا هستش. من تو اسلاید بعدی بهتون خواهم گفت. اما بچه ها اینجا هم بخش درونی ماستگی قسمت دهلیزی داره. دهلیزیه؟ اینجا حلزونیه. حلزونی مسئول شنواییه، دستم شکست، و دهلیزی هم مسئول تعادلیه. ما میدونیم گوش یک اندام حس ویژه هستش. چه حسایی؟ حس شنوایی و حس تعادلی. اوکی، بیا بعدی. آقا میخوام شکل کتاب رو برات بفرکنم. لطفاً و حتماً و قطعاً باید شما بتونید اشکال کتاب درسی رو، کجا رفتی؟ قلم، قلم، قلم جان، بیا ببینم اشکال بچه کتاب درسی رو نامگذاری بکنید. تو تستا خیلی بچه ها مشکل دارن، یه قسمت رو میکشه بیرون از شکل، تو نمیدونی چیه، میگه آقا این چیه، در مورد اون سوال دارن. این قسمت رو بچه ها اشاره کرده گوش بیرونی، این قسمت رو مشخصا گوش میانی اشاره کرده، اینجا هم که گوش درونیه. اوکی بچه ها، حالا اینجا رو گفته لاله گوش، اینجا بچه ها مجرای گوش، این که پرده سماخ، میبینید زاویه داره بچه ها، این هم که استخوان هست، استخوان گیجگاهی. اینجا هم مشخصه که بخش اسفنجی بیشتری داره بچه ها، این همون چربی ها هستن، این پوست لاله گوشه، اینا قضروب هایی هستن که اینجا وجود دارن. به به، چه نکاتی. و حالا بچه ها بیاید اینجا تو گوش میانی هم میخوام یه سر نکات بیشتری بهتون بگم. آقا اینجا رو ببین، حالا این بچه ها ببخشید کیفیتش خیلی خوب نیست، چلی کتاب درسیه دیگه، دقت بکن. آقا این استخوان چکشی، هایی استخوان چکشی با دوتا در واقع رشته
به دیواره گوش میانی وصله. با دو تا رشته کی استخوان چکشی وصله به